در پی تعطیلی لیگ‌های ورزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا، قرارداد تلویزیون‌های دارنده حق پخش مسابقات با سازمان‌ها و لیگ‌های ورزشی مهمترین دغدغه سیاست‌گذاران ورزش جهان است. علی عمادی گزارش می‌دهد. ارزش اقتصادی لیگ‌ها و باشگاه‌های ورزشی پس از 2 دهه سید سعودی به یک باره با تعطیلی اجباری به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد. حالا تعطیلی لیگ‌ها و رقابت‌های ورزشی در همین مدت کوتاه ارزش قرارداد حق پخش تلویزیونی را هم زیر سوال برده است. قراردادهای هنگفتی مانند حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس که با مجوز پخش در اکثر 90 کشور به ارزش بالغ بر 8 میلیارد دلار برای یک سال از نجومی‌ترین ارقام حق پخش محسوب می‌شد، حالا با چالش ارزش اقتصادی روبرو شده است. پریمیر لیگ در حالی به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعطیلی کشیده شده که باشگاه لیورپول تنها به 2 بازی دیگر برای کسب عنوان قهرمانی نیاز داشت. در آمریکا و در پی تعطیلی رقابت‌های لیگ بسکتبال حرفه‌ای NBA، تهیه کنندگان تلویزیون‌های دارنده حق پخش به دنبال استفاده از بندهای قانونی برای عدم پرداخت حق پخش به NBA هستند. این تلویزیون‌ها بابت تعطیلی مسابقات بسکتبال دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا موسوم به مارچ مدنس زیان میلیاردی متحمل شدند. سازمان متولی برگزاری مسابقات NCAA به جای پرداخت 600 میلیون دلار سهم مالی از تبلیغ و پخش تلویزیونی، تنها 225 میلیون دلار به دانشگاه‌ها و کالج‌های عضو پرداخت کرده. یعنی 1/3 سهمی که هر ساله به مؤسسات آموزشی درگیر فینال بسکتبال دانشگاه‌ها یا مارچ مدنس می‌پرداخت. کرونا نه تنها زیان 25 میلیارد دلاری بر روی دستان برگزار کنندگان المپیک 2020 توکیو و کشور ژاپن گذاشته، بلکه سازمان‌ها و لیگ‌های ورزشی و تلویزیون‌های پخش کننده را نیز دچار بحران مالی کرده است. باید دید تا چه وقت بحران کرونا ادامه پیدا می‌کند. گزارش علی عمادی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.